دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی دستور تحریم‌های گسترده‌تر علیه نظام اسلامی ایران را صادر کرد. در جلسه امضای این فرمان، مایک پنس معاون رئیس جمهور و استیون منوچین وزیر خزانه‌داری حضور داشتند. تحریم‌های جدید شامل شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر نظام اسلامی، دفتر او و جمعی از اطرافیان و افراد وابسته به بیت وی و همینطور 8 تن از فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌شود. دونالد ترامپ قبل از امضای فرمان گفت اقدامات جدید پاسخ قاطع به رفتارهای مخرب ایران در روزهای اخیر می باشد. ما به فشار حداکثری خود ادامه خواهیم داد تا اینکه رژیم ایران رفتارهای خطرناک خود را کنار بگذارد. او این رفتارها را شامل تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، برنامه موشک بالستیک، پشتیبانی و اقدام به اعمال تروریستی، آتش افروزی در درگیری‌های منطقه‌ای و رفتار خصمانه علیه آمریکا و متحدانش اعلام کرد. او گفت آمریکا یک کشور صلح‌جوست و امیدوارم شاهد این باشم که این تحریم‌ها روزی برداشته شود و ایران تبدیل به کشوری صلح‌جو و در حال رشد بشود. البته آن روز می‌تواند فردا باشد و یا سال‌ها پس از آن. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا چند دقیقه بعد از امضای این فرمان در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او گفت تحریم‌های جدید به راحتی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را بلاکه خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا فرماندهان سپاه که شامل تحریم‌های جدید می‌شوند را علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه که نیروهای تحت فرماندهی او مسئول سرنگونی پهپاد آمریکایی در آب‌های بین‌المللی بوده است و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد. او همچنین گفت که فرماندهان 5 منطقه دریایی سپاه نیز در لیست تحریم شدگان قرار می‌گیرند که نام آنها عبارت است از عباس غلامشاهی فرمانده منطقه اول دریایی سپاه، رمضان ریزآهی فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه، یدالله بادین فرمانده منطقه سوم دریایی سپاه، منصور روانکار فرمانده منطقه چهارم دریایی سپاه و علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه. او یادآوری کرد که رئیس جمهور آمریکا به او دستور داده تا مقدمات تحریم محمد جواد ظریف وزیر خارجه نظام را تا پایان هفته برای اجرا آماده کند. استیون منوچین در پاسخ یک خبرنگار که از او پرسید رئیس جمهور هفته قبل گفته بود که به نظر او هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی بیشتر به یک اشتباه فردی شبیه است، اما تحریم‌های امروز اینطور القا می‌کند که تصمیم به شلیک موشک یک اقدام عمدی بوده است. منوچین در جواب گفت افرادی که امروز تحت تحریم قرار گرفتند از قبل در حال بررسی و تحت نظر بودند، فعالیت آنها تهدیدآمیز بوده است و ما افرادی را که در زنجیره فرماندهی قرار می‌گیرند و به هر حال مسئول این اقدام بودند تحت تحریم قرار دادیم. خبرنگار دیگری از او پرسید نظر شما در مورد اینکه برخی اعتقاد دارند که این تحریم‌ها بیشتر ظاهری اند و چون مسئولین نظام اسلامی گفته‌اند که وارد مذاکره نخواهند شد بنابراین در نهایت نتیجه نخواهند داشت چیست؟ او در جواب گفت ما تا به این لحظه ده‌ها میلیارد دلار را مصادره کرده ایم و با تحریم‌های جدید پول‌های پنهان شده بیشتری هم مصادره خواهند شد. تحریم‌های ما جلوی دستیابی سپاه پاسداران به منابع مالی را گرفته است، بنابراین این تحریم‌ها بسیار مؤثر و کارآمد خواهند بود. خبرنگار دیگری پرسید تحریم رهبر نظام ایران بالاترین سطح تحریم آن کشور است، چرا رئیس جمهور چنین سطحی از تحریم را در نظر گرفته است؟ وزیر خزانه‌داری آمریکا در جواب گفت این بخش از فشار حداکثری دولت آمریکا میباشد و اینجا تنها شخص رهبر ایران هدف نیست، بلکه دفتر او نیز شامل این دستور میباشد که مجموعه ای از فعالیت‌ها و افراد را شامل خواهد شد. او در نهایت اضافه کرد که ما با مردم ایران مشکلی نداریم و مشکل ما با این رفتارهای خصمانه رژیم است. مصادره اموال رهبران ایران قبلا مؤثر بوده و این بار نیز خواهد بود. او گفت که آمریکا را به مقصد بحرین برای گفتگو در مورد طرح اقتصادی بزرگ معامله قرن که برای ایجاد صلح بین فلسطینیان و اسرائیل طراحی شده ترک خواهد کرد. دولت آمریکا در حالی اقدام به افزایش تحریم‌ها علیه رژیم ایران می‌کند که نیروی دریایی آمریکا روز گذشته اقدام به اعزام ناو هواپیمابر USS باکسر به منطقه خلیج فارس نموده است. این ناو تهاجمی امکان حمل انواع پرنده‌های نظامی از جمله هواپیماهای F-35 و هریر و انواع بالگردهای نظامی را داراست و به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه خواهد پیوست.